گنج رایگان. شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند شب زنده دار، سلام. امیدواریم همه شما عزیزان به سلامت باشین. برنامه امشب با غزلی از استاد گرانقدر حنیف حنیف بلخی، شاعر دانشمند و مجاهد سر به کف روزهای پیکار مقدس ملت افغان در برابر تهاجم قوای اجنبی که با قلم و شمشیر در آن نبرد مردانه شرکت جسته بود، پس از شکست قوای اشغالگر و بیرحم بیگانه از حریم کشورش، شمشیر را در نیام کرد و همه همتش را وقف احیای زبان و فرهنگ افغانستان نمود. برنامه را با این مختصری از این بزرگمرد آغاز میکنیم که گنجینه پر طاووس اثر ارزشمند امی استاد حنیف حنیف بلخی است که چاپ تازه از او در دو جلد زندگی نامه و نمونه های کلام بیش از 1000 شاعر افغانستان در خود جا داده. باره استاد خلیل الله خلیلی در مورد یکی از آثار گرانبهای استاد حنیف بلخی به نام دیوان اشعار در آغاز از او شرح نوشتن به قلم توانای خود که ما بخش از او را من حیث نظر والای استاد گرامی استاد سخن خلیل الله خلیلی درباره استاد حنیف حنیف بلخی خدمت شما تقدیم میکنیم. استاد سخن خلیلی می نویسند: رساله شعر تألیف شما وسیله ارباب تحقیق است و بیگمان در روزگار ما که اسلام با الحاد سنگ به سنگ و سنگر به سنگر دست به گریبان است، این رساله در پیکار حق با باطل مقام والای شعر را از نگاه شرع مبارک اسلام روشن می گرداند و سخنوران خداشناس ملتفت می گردند که سریر قلم آنها در این جهات کمتر از فریاد آن مرمی نیست که سینه دشمن حق و آدمیت را می شکافد. تحقیق و تتبع و استدلال شما در این رساله روشنگر مقام علمی شماست. آفرین بر تو، بر خامه والای تو باد. خب، استاد سخن خلیل الله خلیلی در وصف استاد حنیف بلخی چیزهای زیادی گفتن که ما صرف به صورت نمونه اندکی از او را ذکر کردیم و برنامه امشب با یکی از غزلهای این بزرگمرد که مؤلف امو گنجینه بسیار بسیار با ارزش پر طاووس هم هستند آغاز میکنیم. البته در پر طاووس، در گنجینه پر طاووس، چنانی که همواره به شما عزیزا گفتیم، ای گنج با کلام والای حضرت بیدل اتور آغاز میکنن که هر کجا میگذری، هر کجا میگذری گرد پر طاووس است، نقش پایت چقدر بو قلمون میریزد. در کوره عشقی تو اگر آب است، در کوره عشقی تو گراب است، دل ما صد میکده را جوش شراب است، دل ما در آرزوی کس قدمت بوسه ستاند، در آرزوی کس قدمت بوسه ستاند، عمری شده بر شکل رکاب است، دل ما هر گوشه این سینه بود کوی خرابات، چندیز چنین خانه خراب است، دل ما تا سینه ما
شرح شد از حاشیه عشق، تا سینه ما شرح شد از حاشیه عشق، شیرازه این طرفه کتاب است دل ما. ای تازه جوان از در این سینه گذر کن، ای تازه جوان از در این سینه گذر کن، که این فصل تو را یکسره باب است دل ما. او بحر گوهرزای جمال است حنیفا، او بحر گوهرزای جمال است حنیفا، در دامن او همچو حباب است دل ما. در غزل دیگه استاد حنیف میگن که این آتش درون نگرو این زبانه را، در راه عشق خود اثر جاودانه را. یک عمر روی دلکش و مویش به من نگفت، سر درون آینه و راز شانه را. دشنام گردهی نرویم از رکاب تو، دشنام گردهی نرویم از رکاب تو، بسیار دیده ایم چون این تازیانه را. منگر که بحر خال لبت آمدم زدور، منگر که بحر خال لبت آمدم زدور، بنگر عزیز من کشش آب و دانه را. دل طفل نازدانه عشق است خون مکن، آزار کی دهند چون این نازدانه را. جز کوی دوست بر در دیگر نمی رود، آن کس که بوسه زد در این آستانه را. با حسن و دلبری بنماید به ما حنیف، با حسن و دلبری بنماید به ما حنیف، آن دلفریب منظره شاعرانه. خب شنوندگان ارجمند، شنونده عزیز و گرامی ما جناب منگل بلین هستند. منگل صاحب سلام عرض میکنیم. بله برادر عزیز، جناب ملکیار صاحب و داوود جان و تمام ادب دوستان، ما هم عرض ادب و سلام به شما تقدیم میکنم. علیکم السلام صاحب. زنده باشین جناب ملکیار صاحب، عجب آغاز بسیار نیکو بجا نمودین. من متاسفانه فعلا از استاد حنیف بلخی شخصیت بزرگوار خیر نزد موجود نیست، اما چون استاد بلخی از حضرت بیدل یاد کردن، بله، من نیز توسط یک پارتشویر حضرت ابوالمعانی یاد از این استاد بزرگوار میکنم. میربانی میکنین سیم بفرمه. اجازه شما و حضرت بیدل اتو یاد میکنه که عنوانش از ساز نفس اتو آغاز میشه که یاد من کردی به سامان گشت ناز هستیم. بله آواز ما میشنوید؟ بله سه، بله میربانی میکنیم. زنده باشی. یاد من کردی به سامان گشت ناز هستیم، نام دل بردی قیامت کرد ساز هستیم. تنگ ظرفی احتیاطم ورنه مانند حباب، بحر میبالد ز آغوش گداز هستیم. همچو شمم هر نگه داغ دیگر ایجاد کرد، این قدر یارب کی فرمود این قیاز هستیم. من هم از موهومی ساز نفس غافل نیم، تا کجا خواهد دمید افسون تراز هستیم. صبحم و در پرده شب زندگانی می کنم، بی نفس خوابیده است
افسانه ساز هستیم. گر همه طوفان شوم کیفیتم بی پرده نیست، گر همه طوفان شوم کیفیتم بی پرده نیست. عشق در گوش عدم خوانده است راز هستیم. ای سرار رفته از خود پر به بیرنگی مناز، دیده ام رنگی که من هم بی نیاز هستیم. سایه را بر خاک ره پیداست ترجیح سوچ، سایه را بر خاک ره پیداست ترجیح عروج. این قدر من نیز بیدل سرفراز هستیم. یاد من کردی به سامان گشت ناز هستیم، نام دل بردی قیامت کرد ساز هستیم. تشکر برادر دانشمند برای ما وقت دادی، لطف کردی. زنده باشید. من هم ارادت خدا به جناب استاد بلخی بزرگوار با شعر حضرت بلمانی تقدیم کردم. لطف شما، زنده باشین. شبتان بخیر باشه. روز شما بخیر باشه. السلام علیکم. السلام علیکم. خب شنوندگان گرامی، شنوندگان عزیزی که بلند داریم، به ترتیب جناب غلام غوث از غور از افغانستان بلند هستن. جناب غلام غوث سلام. آقا سلام علیکم. آقای ملکیار سلام به شما، با آقای داود جان و دیگر شنوندگان عزیز. ما سلام های خود به شما تقدیم میکنم. علیکم السلام آقا. من یک شعری از یک از شاعرای کشوری عزیزمان، گرچه من بعد از او آشنایی ندارم، با شعری از او در یک قطعه از کتاب به دست من است. معمولا که خودتان شروع کردین ما پروگرامتان میشنیدم و گوش کردم، و همه شاعرم عزیزی که در افغانستان دیگه از زمین یزی که شاعرای بلند پایه و بلند مرتبه کشور نام برده، و یک سلسله از دردهای خودم در این شعر مسرور ده که ما به خدمت شما و شنوندگان تقدیم میکنم. مهربانی میکنین آقا. اسم شاعر چی است آقا؟ اسم از شاعر به نام چی است؟ غلام دستگیر پیام است که این از ولایت نمروز است. بسیار مهربانی میکنین، بفرمایید. خب اینا گفتن که اگر در روزگار ما بودی حافظ و بیدل ها، کجا شیری سروری خوش که بودی زیب محفل ها، کجا حافظ نشستی شاد کنار رود رکن‌آباد، چو دیدی بحر موجی خون و ناپیداست قاتل ها، چو میدید این چنین شوری چی میکرد این زمان حافظ، که انسان ها بدر راندی سر و سینه و یا دل ها. زری برتن زری حافظ و دلقش را سفر کردی، چو دیدی محتسب اینجا زری ما را مزایل ها، سخندانان و خوشخانان به ملک دیگران رفتن، اگر بودی کنون سینا فتادی در سلاسل ها، زدی آتش به دیوانش اگر بودی کنون سعدی، که ویرانی چرا سر زد از این علام فاضل ها. بیا حافظ کنون بینشان درخت دوستی اینجا، که ما خود جمله مسمومیم چشیدیم طعمی انزل ها. الا یا ایو از سعدی بخوان شیری بنی آدم، که شاید وارهت اکنون قیام از دام جاهل ها. شیر بود. ما به خدمت بسیار شما تشکر آقا. من بسیار علاقه مندی برنامه گنج شایگان هستم. زنده باشین آقا. بسیار وقتش در افغانستان بسیار وقت 12 بجه شب است، یکان وقت میشه گوش بگیرم یکان وقت نمیشه نگه کنم. من بسیار ذوق دارم که شرکت کنم برای برنامه شما. بسیار تشکر آقا، سمگیریتان لطف کردین. شبتان بخیر باشه. امیال مام برای شما. لطف شما. پرودوسر
عزیز ما داود جان گفتن که جناب وجدان از کابل که دوستای جناب استاد حنیف بلخی هستن بلاین هستن میخواستن چیزی بگوین. جناب وجدان سلام آقا. سلام احترامات خدا به تمام کارکنان محترم گنج شایگان تقدیم میکنم بلخواست به حضور ملکیار سید. ما پیش از او که به احترام استاد بزرگوار حنیف بلخی که از وابستگان ما هم حساب میشه، من اصل خود ما از مزار هستم، اگر یک موضوع را پیشنهاد کنم باز شعر خود را بخوانم درست است؟ میربانی کنین سب بفرماین. ما کتاب به نام ندای وجدان مجموعه اشعارم است که 72 عنوان داره. ما میخواهیم که این کتاب را راستن به جناب ملکیار صاحب روان بکنم. از چی طریق روان بکنم که بزیش از اونا برسه، باز به طور رسمی دفتر گنج شایگان ثبت کنند، باز وقتاً فاقتاً از او استفاده بر روی اردو دیده. ما پیش از اینکه کتاب به دست ما برسه از لطف شما، از نظر شما تشکر میکنیم. آقای داود جان بعد از اینکه شما اشعارتون رو تمام کردین با شما در لین به تماس میشن و امو آدرسی را که لازم است شما به شما تقدیم میکنن. وقتی که کتاب به دست ما رسید ما از اصولش اطمینان میتیم و باز هم وقتاً فوقتاً چنانه که شما گفتین از اشعار نابزو تبیز که استفاده میکنیم تا شنونده های عزیز ما حظ ببرن. خب تشکر. اینا با اجازه شما شعر خود ما به استقبال استاد بزرگوار حنیف بلخی با حضور شما مهربانی میکنین. چه بفرمایین آقا. ما اول اینو میگم شعر جنبی وعدتم تقریبا تمثیل میکنه و بهترین سرمایه هم از دور و لال و جواهر امی مردم جهان است و مردم یک کشور است، سرمایه حقیقی بله شان امی مردم ها. درست است؟ بلکل درست است، به جای می فرمایید. خب بهترین ثروت ما مردم کشور باشد، هر یکی مردم ما چون دور و گوهر باشد. مظهر دانش کار است وطندارانم، قیمتی هر یک از لال فزونتر باشد. برتر هر هموطنم از گوهر و سیم و زر است، هر کی یک قسمت سرمایه کشور باشد. ما نباشیم کم از مردم دنیا هرگز، دشمنی هم که نباشیم چی بهتر باشد. صاحب فکر و دماغیم با هم یار شویم، خوش بود میر وطن در دل و در سر باشد. بله. تا کنون یار نگشتیم به هم صد افسوس، تا با وکه یاری ما از کسی دیگر باشد. گوشت وجدان دو سه پند اگر گوش کنی، برای ما حضرت حق امره و یاور باشد. میشه. از لطف شما تشکر. بسیار تشکر جناب وجدان سب. حال داود جان به امرای شما به تماس میشه، بازم آدرسی که ما داریم خدمتتون تقدیم میشه، نمره تلفن شما را میگیرن، باز با شما به تماس میشیم. بالکل لطف شما سب. شبتون بخیر باشه. بسیار شعر والا گفتین. هر کسی که در قسمت اتحاد انسان ها باز خاصتا هم وطن خود گپ میزنم گپ ارزنده است و باید هم آویزه گوش هر کس باشه. بسیار تشکر از کمال بزرگواری شما. لطف شما. شبتون بخیر باشه. ما انتظار محترم داود جان هستم. سب داود جان به شما زنگ میزنم. خب شنوندگان ارجمند، جناب عمری سب به مو سلسله که تلفن کردن بلاین هستن از کویته. عمری سب سلام عرض میکنیم آقا. بلی از مسلم باغ کویته، محمد علی عمری هستیم. علی قدر ملکیار صاحب محترم سلام های خود به شما و همچنان به همکار شما محمد داود جان و به تمامی شنوندگان پروگرام سلام های خود تقدیم میکنم. علیکم السلام عمری صاحب. و ملکیار صاحب محترم یک رباعی را از سید جمال الدین اقوانی دارم، گر اجازه شما باشه بخوانش میگیرم و پیش از امی رباعی یک پرستان میکنم از شما گر اجازه شما. میربانی کنید صاحب. پرستانی هست ملکیار صاحب محترم که کلمه اسمان که در زبان داریم اسمان میگوید و در پشتوم
اسمان میگوی و همچنان در زبان دری اسمان را چرخ و پلک هم و گفته میشه. در زبان دری اصلا کدام یک صحیح است؟ اگه منظور از آسمان امی آسمان کبودی که بالای سر ما و شماست که وضع ظاهری شما میبینیم، امی آسمان در تمام پشتو و دری یک آسمان است. آسمان به معنای خب امی استعمال شده به پشتو، آسمان هم آمده. خب ما سر ریشه ازی اگر بریم پیشتر وقت زیاده میگیره. امی آسمان به تعبیرهای مختلف آمده و مریسه. آسمان به حساب بخت و طالع هم آمده، به حساب امی سقف لاجوردینه که در بالای سر ما و شماست، به این هم آمده که ستاره و کهکشانها را در خود جای داده. آسمان امو یک روزگاری که سر یک انسان میگه چرخ، یا آسمان با ما سر سازگاری نداره. یعنی برای شاعر به معنای مختلف آسمان استعمال شده و استفاده شده که یکی استفاده های معنوی از او نظر به شعر شاعر است و یکی معنای امی خود واقعیت از او که یک صفحه آبی رنگ به بالای سر ما و شما است. شب ده او ستاره ها تلالو میکنه، آفتاب ده او میدرخشه، مهتاب ده او پرتو افشانی میکنه. یکی ای آسمان است، یکی آسمانی که خدمتتان عرض کردم که به معنای معنویش زیادتر شاعر او را به اشکال مختلف از او کار میگیره و استفاده میکنه. من نمیفهم اگر کدام وقت باز زیادتر در این قسمت میخواستین، مجبور که از روی ساختمان و ترکیب کلمه و ریشه ازی که چرا آسمان میگن، این باز یک برنامه علیده باز خدمت شما یک معلومات مختصر تقدیم میکنیم. سیست این علی خلاخ کم هم است، وقت دشمن است و یک رباعی داریم. میربانی میکنین سیم از خیر جمالگین افغانی است که میگوی چند باشی مبتلای خیشتن، چند باشی مبتلای خیشتن، آفت و جان و بلای خیشتن، جهد کن زین بندگی آزاد شو، جهد کن زین بندگی آزاد شو، تا که خود باشی خدای خیشتن. به 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 بسیار تشکر سب تشکر از شما جناب عمری سب. مثل همه شما شخصیت هستین که برنامه را رنگین می سازین. موفق باشین، به سلامت باشین، شبتان بخیر باشه. شنونده ارجمند ما، شنونده عزیز ما که به این وقتا باز کمتر صدایشان هم میشنیم، انشالله که دلیلش همین کارهای روزمره و گرفتاریایی که پریشان کن نباشه خواد باشه. جناب بجوال صاحب بلین هستن، سلام عرض میکنیم آقا. سلام از ماست ملکی آصف محترم و همچنان برادر ارجمند و جان، امیدوارستم احترامات مرا قبول بکنن و سایر شنونده ها و همکارای خوب برنامه ستودنی گنج شایگان. زنده باشین. از ارادت و صفا و صمیمیت نثار باد. شما لطف دارین ملکی آصف، همیشه ما به صفت یک شنونده و به صفت کسی که سخت علاقمند به این برنامه و پروگرام هستیم، از صحبت های گران ارج و گران بها و پر محتوای شما و سایر گرداننده های ارجمند این برنامه استفاده کردیم و میکنیم. لطف شماست. یکی بعضا نمیشه روی خط بیم، شکر تراکم دوست ها و علاقمند ها هست، ما هم اگر نمیتونیم روی خط بیم استفاده میکنیم از گفتارشان. میره بانستیم. ما امشب شعر انتخاب کردیم از فیض کاشانی و ایره تقدیم میکنم به تمام دوست ها و وطندارای عزیز خود در داخل کشور و چی در خارج از افغانستان که به خاطر جبران تمام نارسایی ها و که و ایرانی هایی که زاده جنگ تقریبا 3 دهه در افغانستان بوده، ایره به صفت یک اصل پذیرا شوند و سرمشق قرار بتن تا این که امی وحدت ذات البینی ما روز تا روز تقویه بیشتر پیدا بکنه. بیشک بله لطف میکنین آقا. و ما بریم به طرف جبران تمام نارسایی های وارده. میربانی میکنه آقا. عنوان ازی از ملکی هاست غمخوار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. همه چیزهای دیگه ما داریم.
برای ما تعمیل کردن. شباید شم همگردیم و بحر یک دیگر سوزیم، شباید شم هم گردیم و بحر یک دیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. دوای هم، شفای هم، برای هم، فدای هم، دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باشیم. با جمعیت پناه آریم از باد پریشانی، اگر غفلت کند آهنگ ما هوشیار هم باشیم. جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، قبا و جبهه و پیراهن و دستار هم باشیم. غم هم، شادی هم، دین هم، دنیای هم گردیم، بلای یکدیگر را چاره و ناچار هم باشیم. یکی گردیم در گفتار و در کردار و در رفتار، که در پستویزی ها همه چیز میسر است. یکی گردیم در گفتار و در کردار و در رفتار، زبان و دست و پا و زبان و دست و پا یک کرده خدمتگار هم باشیم. زبان و دست و پا یک کرده خدمتگار هم باشیم. نمی بینم بجز تو همدم ای فیض در عالم، نمی بینم بجز تو همدم ای فیض در عالم، بیا دمساز هم، گنجینه اسرار هم باشیم. بیا دمساز هم، گنجینه اسرار هم باشیم. بشک بجوال سب ای خوب چقدر به جای مقبول شعر را انتخاب کردین مثل همیش دفترین. و خود ازی ای کاش انسان آویزه گوش بسازه که پیام بسیار عالی داشت. بسیار 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 خاندم، خوشم آمد، خواستم تمیر قسمت کنم با زنده باشین، زنده باشین، همکارهای خوبی ازی برنامه فوقلاده کار کردین، به خاطر ازی که اینمی یک راه برای بقای انسان وجود داره. آها. از دویی هیچ کس به هیچ جایی نرسیده. بله. امی اگر تو من شوی من تو شام، هر چیز دنیا هم رشل شده نیست. اگر من شوام تو تو شوی، هیچ چیز به هیچ جای دنیا نمیرسه. بله، یک مسئله بسیار بله. شیرین پشتوم از پشتوم است. بله، میار دو که تزهی را بله که توایی که زیم نبا زیم نبا تایی که توایی که زیم و زوایم که تایی هم بزیم هم بتایی این مطلق است. خدا کنه غلط نخونده باشم. سب کلش درست دارم و مفهوم همو چیز است، هیچ چیز دهی کم و زیاد نیستی از کلام والای قرآن گرفته که دهی از تابه بله. و شاعرها وارثین پیامبرا هستن، مطلقتارشان باعث بله. آویزه گوش ما به خاطر نجات از تمام بدبختی ها باشه، بدبختی ها و پسمانی ها و جبران بله. تمام نارسایی ها باید قبول بکنیم و بپذیریم. وقت شما و سایر دوستان را نگیرم. وقت شما خوش باشه. از تمام دوستانی در شبهای گذشته از ما یاد کرده بودن جهان سپاس و تشکر میکنم. زنده باشین بجوال سب. انشالله تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. زنده باشین. خدا حافظ شما. رادیو آشنا را از صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. خب شنوندگان ارجمند، جناب سید امان مخفی از مزار شریف بلین هستند. مخفی صاحب سلام. آقا ما مریا صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. سید مولای مخفی تخلیم اسم مخفی است بواخیم سب. اول سلام خدا با شما و با عمر جان ملک پولیسرستان داود جان همه اکنامان دارم تقدیم میکنم. بعد از سلام قدسای عبدالوالی انصاری که قبلا شما یاد کردین فیلن رئیس روزه متحلی حضرت شایی ولد مهام نباشن، هم کتابدار و هم مبلغ مرکز ولد بلخ سب. از سلام یاد کردین از چیشان قصیده که از عربی به فارسی تجمع کردن در پیشان بکردن با سلام تقدیم کردن. علیکم السلام. بعد یک شیر نشه از شیرشان هم میخونم
بعد از امو یک برام دیوان غوثیه که ما داریم به حضورتان از هر طرف ممکن باشه روی میگن دیوان غوثیه فاشیست. بله بله من اعتراض جناب مخفی صاحب که امی افتخار وقتی که جناب انصاری صاحب ایر خطاطی میکدن و می شعر والای خودم با اونجا داخل میکدن ما به مو صحنه حاضر بودیم از خاطر بله بله ما در ثقافتی در پاکستان دارم بله بله مثلا کسککش بودن داود جان داود خان بودن و شیره شاید با ما هم اونجا شماعات بودیم بله با می امی امی اثر با ارزش طریقه یا سلسله غوثیه از طرف بله. جناب سید محمود گیلانی او بله چون بله. دوست انصاری صاحب بودن به خانه زمونا ایر ترتیب کردن ما افتخار امو بودن امو وقت داشتیم به اونجا به جناب انصاری صاحب بسیار سلام تقدیم بکنین انشالله یک شب میمان خود میسازیم شان جالب ماست یکان شب بلتان ما استاد خلیلای حافظ یکی از شهیدهای مرزا شریف هستن بسیار عزیب و عارف و از جمله احلا میرن یکی قدس صاحب عبدالولی انصاری را آسف حتما انشالله ما مطلب جوان حضرت غوث صاحب بخواهش میگیرم اجازه اگر باشه میربانی میکنین بفرمین آقا به حجابانه در اندرین کاشانه ما که کسی نیست بجز ویدیس در خانه ما گرتای بسر تروتی و ایلانه ما بینی از خوری دیگر آف در خانه ما روز باقی ملک و چین در این دیر خراب نشود نور تجلی خدا دانه ما یا احد در لحظی تنگ بگوریم که دوست آشناییم که غیر تو بیگانه ما موهی از سوق دمال تو میزیست آفلین باد بر این همت مردانه ما ای از بطره غزل یا چیز مجرد کتاب در پیش ما نبود از موهی تخلص حضرت گرانپیل سوی بست جوان غوثیه بله یک دو خط از سیر قیام چالکین بلخ برین از نوشته قدس ماسو نوشته تصویر قدس عبدالانصاری در اونجا میگن که قیام اولین در بلخ و بامیل نخست از چهار کین برداشت گامی اساس جنبش از گفتار حق بود زیال علم با مردم سبق بود درم گنتم زبی الله سالی بیامد برای تکمیل موانی آس چی بارا نمیگیرم پس هم قصه بعد بیواری هم سالی درکشه و میخواییم شان اتما شما رو بارم میکنیم خدا حافظ شما اما آقای مخفی سب مخفی سب بله بله امین نمره بله. تلفن شما پیش ما هست ما به داود جان بله. نمره را باز میگیریم همراه بله. جناب انصاری صاحب گپ میزنیم باز اونا را به یک بله. شب مشخص میکنیم باعث میمان برنامه بله. میگیریمشون بله باز ما خلیلای حافظ حتما یعنی عارف متصیف اولم حدیث یک جا بسیار خوب خلیلای حافظ میگم بله جناب حافظ صاحب صاحب با مان خدا شبتان بخیر باشه صاحب با مان خدا خب شنوندگان ارجمند بسیار بسیار جای کمال سعادت است که چند شب پیشتر از جناب عبدالولی انصاری از این بزرگوار یاد کردیم که اینا قصیده مبارک حضرت غوث العظم دستگی را به اینا الهام میشه و به شعر دری ترجمه میکنن که از جمله آثار بسیار بسیار گرانبها است و امروز ما فضل خدا شنیدیم که می جناب سید امان الله مخفی از مزار شریف گفتن که جناب عبدالولی انصاری الحمدلله در قید حیات هستن و از قرار فرمودی از اونا که صاحب صحت هم هستن انشالله یک شب ما این بزرگوار می خواهیم که میمان برنامه باشن راجع به خود و شعر خود و گفتنی های دیگه که از با شما عزیزا صحبت داشته باشن که البته جناب خلیل الله حافظ که دوست از اینا هست هر دور یک جای بحث میمان برنامه دعوت میکنیم خب آل تالی صاحب محترم بلین هستن تالی صاحب سلام عرض میکنیم
السلام علیکم. علیکم السلام صاحب. احترامات به دانشمندان محترم جناب ملکیار صاحب و آقای محمد داوود جان و سایر شنوندگان و ادب دوستان بعد میرسونم. صاحب مهربان هستین. علیکم السلام. میشه شو یک غزل بخونم؟ رو بفرمایید صاحب. میگه ای خوشان وقتی که یوسف را زلیخا میخری، کاش از بر نصار از جانی از ما میخری، بر پا انداز نازش از بیابان خوتن، پرده چشم قزالان را زلیخا میخری، داغم از بیدردی مالک که یوسف را فروخت، داغم از بیدردی مالک که یوسف را فروخت، کاش از نزد زلیخا چشم بینا میخرید. خوش رواجی بود یاران در میان حسن و عشق، عجز مجنون را به صد جان ناز لیلا میخرید. گر خود من هم با عالم زندگانی میداشتم، چون خود من هم با عالم زندگی نمیداشتم، که از لب جان پرورد ای شوخ مارا میخرید. اینقدر کی میشدم بردیده مردم حقیر، با نگاه گرمه را اون چشم شهلا میخرید. سالها جستم چرا کام دلم حاصل نشد، کی ز دنیا آرزویم تخم اونقا میخرید. آن زمان دیوانه گفتم این دل سرگشته را، کس پریشانی زلف یار سودا میخرید. ای خوشان روزی که دل بعد تسلی در چمن، نو نهال همسر اون قد و بالا میخرید. یاد دورانی که در سر داشتم طوفان عشق، از دل من شور و افغان موج دریا میخرید. از زلیخا قدر یک جو ما نمی بردیم رش، جای یوسف گر تمامی روی دنیا میخرید. رایگان یوسف خریدی ای زلیخا شاد باش، رایگان یوسف خریدی ای زلیخا شاد باش، اشقیری آندم اگر بودی دوبالا میخرید. بسیار تشکر. تشکر تالی سب. شبتان بخیر باشه. خب شنوندگان ارجمند، جناب ملتیار سب بلین هستن، با کمال معذرت که دیرم بلین ماندن. ملتیار سب سلام. علیکم السلام محترم عمر ملکیار سب، سلام و احترامات خدا خدمت شما، همکاران شما و شنوندگان محترم پروگرامی بسیار مقبول گنج شهدان تقدیم میکنم. علیکم السلام. امروز یک غزل از سعدی شیرازی انتخاب کردیم، اگه اجازه باشه. مهربانی میکنید، بفرمایید. صومعه رختم به خرابات برارید، گرد از من و سجاده و طامات برارید، تا خلوتان سحر از خواب درآیند، تا خلوتان سحر از خواب درآیند، مستان صبوحی به مناجات برآرید. آنان که ریاضت کش و سجاده نشینند، آنان که ریاضت کش و سجاده نشینند، گو همچو ملک سر به سماوات برآرید. در باغ عمل شاخ ارادت بنشانید، در باغ عمل شاخ ارادت بنشانید، و از بحر عمل در مقافات برآرید. نو ملک دو عالم به می یک شبه بفروش، گو زهد 40 ساله به هیهات برآرید. تا گرد ریا کم شود از دامن سعدی، رختش همه در آب خرابات برآرید. بسیار تشکر. زنده باشیم. تشکر از شما. ملتیار صاحب روزتان بخیر باشه.
روز شما و شب شنوندگان محترم زنده باشین. سب جناب رویایی سب از کابل بلین هستن. آقای رویایی سلام. دانشمند محترم اطلاعات مرا بپذیرین لطف شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه گنج داستان سلام تقدیم میکنم و از پروژسر محترم داود جان که نهایت لطف دارن هم تشکر میکنم. با این تصادفاً یک طرح بسیار کوچک است پیشم ایرم خدمت تقدیم بکنم و یک غزل بسیار کوچک دارم. خب میره بانی میکنست اگر با غزل وقت نمیمان پرسکیم. سخن ز عشق بگو نغمه ز مهر نواز، حدیث صلح بران و سرود داد بخوان و قصه گوی ز پرواز و نور و آزادی، که قرنه ها سخنت را بلب ترانه کنند و جاودانه کنند. ز شب مگو و ستمکار را قصیده مخوان، به شب پرست شبندیش فسانه بخوان، که هر کجا که ببینند دفتر از فردا بسیل خشم بشویند و پاره پاره کنند. حدیث صلح بران و سرود داد بخوان. و یک غزل کوچکتر هست اگر وقت باشه میره خدمت تقدیم کنم. سه مهربانی میکنین دو نفرم بلین داریم اگر. خب پس امشب بخاطر از این وقت نگیرتو باشم باز در شفای بعدی اگر یک دقیقی چند فردش میخوندین مهربانی کنید. بفرمایید. با غلامی نشود خم با کسی گاه سرم، با غلامی نتوان بست کسی بال و پرم، گرچه پک میزندم سلی به هر شام و سحر، گنج قارون هم هیچ است با پیش نظرم، گر بمیرم نخورم غیر همین حاصل رنج، شهبازم که مرا لقمه به چنگ از هنرم، پدرم داده مرا غیرت افغانی به ارث، می سپارم به هزار فخر برای پسرم، گرچه پولادتنم پنجه من چون آهن، شرم بادام که اگر نام عداوت ببرم، و ز شب ظلمت و بیداد تنفر دارم، رویایی عاشق خورشید و طلوع سحرم. تشکر مستفاندو. تشکر رویایی سه محترم بسیار لطف کردین. شبتان بخیر باشه. تشکر. جناب امین‌الله یوسف از بدخشان بلین هستن. آقای امیدوار بسیار معذرت میخوایم. جناب امین‌الله امیدوار از بدخشان. امین‌الله امیدوار هستم از شهری بزرگ بدخشان. بسیار مهربانی میکنین. سلام خدمت شما عرض میکنم آقای ملکیار و خدمتی علیکم السلام همکارایتون و خدمت شنوندگان محترم. خدا کنه صلاح ما را قبول کنن. لطف شما سه بفرمایید. دیگه چون حرفای خود زیاد نمیگیرم، میگه برای شهری معنا نکته بسیار از وقتم تنگ، کلوخنداز را از بادی تقدیر آید سنگ. دیگه زیاد نمیگیرم، یک شعر با بسیار زحمتی زیاد برای سوالان دیگه میخوام که حضورتون عرض نماییم. خدا کنه که قبولتون شد. سم میربان هستین لطف کردین سم بسیار تشکر. با وقتی سیاه مادری گیتی چی مرا آزاد، در کاری همه دوست و رفیقان گره افتاد، عمره که 30 سال از آن رفته به تاراج، هر لحظه مرا کرد پریشان دل و ناشاد، 5 سال که در دامنی پرمهری پدر شد، با آتشی دل میکنم هر لحظه از آن یاد، باقی همه جان کندن و تدریجی من بود، یک روز نشد مرغ دل از درد و غم آزاد. جناب امیدوار صاحب وقت ما به پایان رسیده، به برنامه دیگه اگه این شعر مقبول کلش تماما بخوانین بسیار بجا خواهد شد، چون وقت تمام است. یک شنونده عزیزی هم بلند داریم، با اونا یک سلام علیکی بکنیم. وقت برنامه تمام شده، بسیار ببخشین، به برنامه دیگه حتما وقتر تلفن کنین، شعر زیبایتان رو بخوانین.
خواهش میکنیم. جدتون یک شعری راجع به می چیز داشتم، راجع به می گندی شاید به برنامه دیگه منتظرتان هستیم. زنده باشین، شبتان بخیر باشه. زنده باشین. خب به جناب نیازی صاحب شنونده گرامی ما بلاین هستن و وقتم بسیار کوتاه. نیازی صاحب محترم سلام. السلام علیکم صاحب ملکی ها صاحب محترم، احترامات مرا جناب شما و داود جان و سایر شنوندگان و فامیل محترم گنشان. لطفتان صاحب. من بخاطر از اینکه یکی مجرم هستم یکم قرضدار صاحب، از همین خاطر یک دو ربایی از رباعیات شان نعمت الله علی خدمت شما تقدیم میکنم. مهربانی میکنین صاحب. شنوندگان چرا که ارتباط میگیره به گفتگوهای شما و بجوال صاحب و دیگه دوستان. مهربانی میکنین صاحب. بس که آب است که در شیشه شرابش خوانند، با گل چو قرین شود گلابش خوانند. از قید گل و مل چو مجرد گردد، اهل بصر و بصیرت آبش خوانند. تا با تو تویی بود تویی خواهد بود، ایار دویی هم ز تویی خواهد بود. چون تو ز دویی و ز تویی وارستی، در ملک یکی کجا دویی خواهد بود. وقت شما را بسیار تشکر، زنده باشید. برای شما تمام شد هم کلام والا هم یک نکتهش یک جهان است. یک جان تشکر، خداحافظ شما، روزتان بخیر باشه. شما هم تو سلام علیکم. سب سلام. خب شنوندگان ارجمند، وقت برنامه به پایان رسیده. آهنگ ایرام جناب داود پرودوسر برنامه به شما انتخاب کردن. با شنیدن این آهنگ برنامه امشب ما هر چیزی که باشه و با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. برنامه درس انگلیسی را فراموش نفرمایین. شب و روزتان بخیر. الله یار و یاورتان. فروش پستا بفروش، لب یار نازک است آهست بشکن میده بفروش. او پستا فروش پستا بفروش، لب یار نازک است آهست بشکن میده بفروش. بیا جانو بیا جانانه من، بیا شما بیا پروا نه من، پستا بفروش. بیا لیلا که مردم از فراقت، تسلای دل دیوان نه من، پستا بفروش. او پستا فروش پستا بفروش، لب یار نازک است آهست تبشکن میده بفروش. پستا فروش پستا بفروش، لب یار نازک است آهست تبشکن میده بفروش. سفید دستی نپوش کالای سیارا، بجلوه می کشی ظالم تمہارا، پستا بفروش. بجلوه می کشی خوندار میشی، جوان استم ببین روی خدا را، پستا بفروش.